تا حالا هرچی کاسلیست دیدید، هرچی مالکش دیدید، همه رو بریزید دور. مالکش اعظم، کاسلیست اعظم، ملیجک بزرگ، صادق زیبا کلام، سرگن را به شما معرفی میکنم. سلام ایرانیان، سلام تاجیکستانیای عزیز، سلام افغانستانیای گرامی و فارسی زبانان در سمرقند و بخارا و سرتاسر جهان. امروز میخوام یک به قول معروف شاه کاسلیسان، شاه تلخک های دربار لیبرالیسم رو به شما معرفی کنم که بقیه در مقابلش لنگ میندازن، بقیه یعنی ناخن کوچیکش هم نمیشن خدا وکیلی، یعنی این دیگه آخرجه، یعنی شما هر کسی که بیارید بگید این بزرگتره، نه نه، زیبا کلام به قول معروف تاج دیاست سیاسی و غربگدایی و کاسلیسی واسه اربابای آمریکاییشو واسه خودش کرده، به هیچ کسی هم نمیدش خدا وکیلی، این آخرشه. خاک تو سرت حسن روحانی، خرد کپوت تاج داده رفقای این تلخک واشنگتن. خب حالا چرا من اینو میگم دوستان عزیز؟ تو رو خدا ببینید، خود آمریکایی‌ها هم همچین چیزایی نمیگن. ببین استاد علوم سیاسی، مکتب فکری هاشمی رفسنجانی، در مکتب فکری هاشمی رفسنجانی با اون خانواده مشعشع و فرزندان آنچنانی، بعد استاد اینچنانی هم در بیت مکتب هاشمی رفسنجانی باشه. چرا اینو میگم؟ ببینید توییت سرگن چی میگه؟ مناقشات ما و آمریکا به کنار، که تو همیشه اون ورقش میکنی، خب برای جسارت و شهامت خانم نانسی پولوسی کلا از سر برداشتم، نه محلی به رزمناوهای جنگی چینی ها گذارد، حالا با اسکورت نظامی F-18 و F-16 و از اوور فیلیپین زیگزاگی مارپیچی رفته، خب و نه وقعی به پروازهای تیاره های جنگیشان. این کلمه تیاره استاد علوم سیاسی خیلی وقتی از ادبیات سیاسی ما جمع شده، هواپیما. خب و نه تری برای اولدورم بولدورم و تهدیدهای رهبران پکن خورد کرد، استوار وارد تایوان شد، خب خب کانی، پاورچین پاورچین، نصف شب اومد، صبح علل طلوع هم جینفنگ کرد رفت. خب واسه استاد یعنی استوار اومده و نشان داد تایوان مستعمره چین نیست. تو رو خدا این حجم از حقارت، تحقیر، این حجم از کاسلیسی رو آدم چطور میتونه توجیه بکنه؟ و میگم توقش گذاشته گردنش این دیاست سیاسی مبارکت زیبا کلام، یعنی خود آمریکایی‌ها میگه ما به سیاست چین واحد بقولم باور داریم و تایوان هم بخشی از چینه، یه طوری صحبت میکنه پدر سوخته، گویی مثلا تایوان یک جزیره ایه، حالا یا مستقل بوده یا مال یک کشور دیگه، چینی‌ها میخوان برن بگیرنش مستعمرش کنن. استاد علوم سیاسی ما افاضاتش این معنی رو میده، حالا چند نفرم از خجالتش در اومدن، اما اون هم میخونیم. اما بریم خود آمریکایی‌ها درباره سفر نانسی پولوسی چی میگن. حالا ملیجک ما یه چیزی گفته، آقا ترامپ میگه این نانسی پولوسی دیوانه توی تایوان چه میکند، این هر جا میره گند و کثافت میکنه و هیچ کارش هم درست انجام نمیده. این نظر رئیس جمهور سابق آمریکا نسبت به ترامپ. خب دولت واشنگتن چی گفته؟ دولت بایدن، دولت مستقر، گفته اصلا با هیچ ارتباطی با نانسی پولوسی خودش رفته، خودش عشق کرده رفته، حالا نصف شب رفته، نه تشریفات رسمی، نه چیزی، با چراغ لد، این نانسی پولوسی اونه، اینه، اینطوری رفته، صبح هم فلنگ بسته رفته از تایوان. ببین چطور ملیجک اعظم، تلخک دربار کاخ سفید و کنگره آمریکا، چطور واسش داره به قول ما تو شنگ قطارش میذاره، داره واسش تبلیغ میکنه، کیف میکنه. تو شجاع ندیدیه، شما سوسکی میبینید چهار متر میپرید، شما شجاع دیدیته؟ شجاع دلاوران ماست که وقتی که میگن میزنیم عین الاسد شخ میزنن، شجاع اونه که وقتی که گلوبال هک
یه 2-3 میلیمتر وارد آبهای هوای آبهای سرزمینی ما، یعنی آسمون آبهای سرزمین، نه آسمون خشکی‌های ما، نه آسمونه، حالا شاید هم نبود، اش کردیم زدیمش. این یعنی جسارت. خب اما اگر بخوایم سطح فنی بحث رو یکم ببریم بالا، ارتقا بدیم، ببین دوستان عزیز، جریان چین، ما اگر بخوایم یک مختصر تو چند دقیقه این بحث تایوان و چین رو توضیح بدیم، اینه، همه چیز برمیگرده به اول قرن 20 دکتر سویاتسون، رهبر جنبش ملیگراها و آزادی خواهان در چین. دو تا شاگرد ممتاز داشت این دکتر سویاتسون، یکی چیان کایشک بود رهبر حزب کومینتانگ، یکی هم ماو تسدونگ بود رهبر حزب کمونیست. تا قبل از 1949 که انقلاب کمونیستی چین شد، قدرت در دست حزب چیان کایشک، در دست حزب کومینتانگ، یعنی رهبر حزب چیان کایشک بود. چیان کایشک دولتش بسیار ضعیف بود، نمیتونست چین از به قول معروف موجودیتش دفاع بکنه، ژاپونیا تو منچوریش بودن، شمال شرقش بودن، بعد آویزون غربگدا، اینا هم مثل زیبا کلام ها و حسن روحانی های ما، خاک تو سرت حسن روحانی، خاک تو سرت جانگیری دماغ، اینه دوست، یکی از دوستان گفت بگو لطفا واسه منم شده، این واسه به قول معروف هر چیزی در خونه لندن بودن، ملکه یا واشنگتن، یه دولت ضعیفی که انگلیسی‌ها تو جنگ تریاک اواخر قرن 19 هم تحقیرش کرده بودن و ملت هم آلوده به مواد مخدر، اکثرا شاید 70% چین آلوده مواد مخدر بودن مرداشون و حتی زناشون هم، آمار بالای بانوانش هم آلوده، اینو مواد مخدر زداییشون رو ماو انجام داد. اما خب البته یک زنی داشت به اسم مادام چیانگ، این چیان کایشک رهبر حزب کومینتانگ خیلی قدرتمند بود و یعنی به عنوان شاخص‌ترین زن قرن 20 هم ازش یاد میشه، بسیار قدرتمند بود، ارتباط داشت با کنگره، با غرب، نمیدونم، شاید باور نکنید از 1949 که انقلاب شد تا 1972-73 زمان نیکسون کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل دست تایوان بوده، یعنی تقریبا 24-5 سال تایوان کرسی دائم شورای امنیت چین رو داشت تا زمان نیکسون و سیاست‌های پینگ پونگی در آغاز سیاست‌های که معروف شد به پینگ پونگ بین پکن و آمریکا مذاکراتی صورت می‌گیره و در زمان جیانگ زمین و به توافق می‌رسن و آمریکا اعلام میکنه ما تایوان به عنوان کشور به رسمیت نمیشناسیم، کرسی نمایندگی رو هم از تایوان میگیرن میدن به چین و بحث هم این بوده که تایوان بخشی از خاک چینه، همیشه هم بخشی از خاک چین بوده و اون دولت بحث مثل هنگ کنگ که دو دولت یک کشور سیاست اینو که تایوان هم اینطوری باشه، مثلا بشه مثل حالت هنگ کنگ دو دولت و اما زیر نظر یک پرچم، یک کشور. خب هنوز هم سیاست آمریکا همینه دوستان عزیز، اما زیبا کلام ما طوری نشون میده، کاسلیس تلخک باید واسه خوشرخصی واسه اربابش نشون بده چقدر هنر داره، چقدر وجنات داره، میاد این حرفا رو میزنه، اما چند نفر از خجالتش در اومدن دوستان عزیز. این توییتر هم نگاه کنید، علی جعفری در جواب به توییت زیبا کلام گفته خیلی وقت استاد کلاه خودت را برداشتی سرگن، خبر نداری از خودت، از زمانی که رو پرچم اربابات پا نگذاشتی کلاهت برداشته شد، متاسفم استاد کذاب، متاسفم به شعورت در سرزمینی که خودت را زاده آن میدانی اینقدر تحقیر میکنی، متاسفم که شناسنامه ایرانی داری، دمش گرم. یکی به اسم محمد شاسوان جواب داده لعنتی خود آمریکایی‌ها میگن تایوان مال چینه، بعد تو میگی مستعمره، خب میخواد هنرش رو نشون بده، چقدر ما برده خانزادیم. به خدا من جای آمریکایی‌ها بودم میومدم تو رو از ایران با هر قد از اینه که میشد میبردم و رئیس جمهور میکردم، بابا تمام رئیس جمهورهای دنیا هم پیش دفاع تو از آمریکا قفلی زدن، یعنی یه مال برمیداری به اندازه کل جهان،
ببین ماله میکشه بهتر از سازنده ماله ها. ختمه بهتون گفتم که، گفتم تا حالا هرچی کاسلیس و مالکش دیدید همه رو بریزید دور تو سطح لاشغال. زیبا کلام مالکش اعظم، توق دیاست سیاسی، مالک تلخه که دربار، هرچی بگی مال خودشه، یعنی خودش هم چارچنگولی گرفتش نمیدهش به کسی. این قول معروف درجه رو میخواد، این عنوان رو میخواد و بهش افتخار میکنه. خب یکی به اسم قاسم گفته والا استاد ابله، من تا حالا ندیدم که کله کچل مبارکتون رو با کلاه پوشانده باشید، از کدامین کلاه حرفی زنید؟ آه حالا فهمیدم، کلاه انگلیسی رو میگید که تو لندن پیش ملکه جا گذاشتید. ببخشید که متوجه این نکته نشده بودم. ای انس استاد، استاد ابله، ابله نمیدونم، ای استاد ابله کل سیاسی، حالا اینجاش خوب نیفتاده. خب آخری رو هم میخونم. به اسم بابک نصرتی گفته سوای این هارت پورت ها و اولدرم بولدرم هایی که جناب عالی به جای نانسی پلوسی و آمریکایی ها دارین علیه چین در میکنید، عرض شود که در شأن یک استاد علوم سیاسی نیست ها که ندونه تایوان قانونا بخشی از خاک چینه. بابا به خدا اینا به اندازه بز نمیفهمن، اینا رسانه بادشون میکنن. حکایت سجاد غریبی، این فضای مجازی و رسانه‌ای بادش کردن، حال که ایرانی، حال که ایرانی، حالا رسید به عالم واقع، به پراتیک، در مقابل اون قزاقستانی که نه سرشناس بود علاوه هیکل هم نگاش میکردی، والا این حال که به قول معروف بادکنکی ما دو برابرش بود، ولی همون دو دقیقه اول ناکارش کرد. فضای مجازی امثال اینا رو پفکی بزرگ کرد. اینا بنزه باز نمیفهمه زیبا کلام خدا وکیلی، نه شعورش داره، نه آگاهیش داره، نه سوادش داره. ببین عرض کردم مکتب خانزادی بیت هاشمی رفسنجانی که باید ارادت خودش رو به اربابش نشون بده که چقدر من خانزادم دیگه، سرسپردگی رو باید نشون بدم. خب بعد در ادامه میگه قانوناً بخشی از خاک چین هستش و سازمان ملل و حتی آمریکا هم نظری غیر از این ندارد. ضمناً سفر نانسی پلوسی تنیزا و مخل صلحه. عرض کردم کاخ سفید هم گفته آقایی به ما ربطی نداره، این خودش رفته، سیاست رسمی ما چین واحده. اما استاد زیبا کلام نظری دیگه داره، بعد ارباب راضی بشه، نون حلال کنه، بالاخره باید نون حلال بشه. قربون تو برم دوستان عزیز، با وجود این ملیجک ها، این تلخک های لیبرالیست و آمریکا و غربگدا و کاسلیس ها، ایران عزیز ما به پیش میره. اما نشون دادیم که ما مرد جنگیم، ما وقتی میزگیم میزنیم، عین الاسد دیدی شخمش زدیم، بعدی گلوبال ها که گفتیم میزنیم زدیم و کارهای دیگه هم که کردیم و اربابشون مثل بید داره از ما میترسه. حتی چینی و روسی هم از ما الهام میگیرن، یاد گرفتنه که این آمریکا ابرقدرت پفکیه، مثل این سجاد غریبی. حال که قربون تو برم دوستان عزیز، ایران مثل بلدوزر موانع از سر را بر میداره. گوش به این پشای صحنه هم ندیده، اینا فقط بلدن ویز ویز بکنن یا در فضای مجازی مثل گنجش جیک جیک بکنن. قربون تو برم، سپاس از مهرتان، پیروز باشید.